أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام إنه قال: من وعظ أخاه سرا فقد زانه. اگر پنهانی برادر دینی خود را موعظه کنی، او را آرایش کرده، زینت کرده، چون موعظه به هر حال دارای یک اثری هست در گفتن و شنفتن، اثری است که در دانستن همیشه اون اثر نیست. نفس گفتن تأثیر دارد، ولو تأثیر موقت یا تأثیر ضعیف. پس اگر پنهانی برادر خود را موعظه کردی، تذکری به او دادی، عیب او را به او گفتی، در حقیقت او را زینت کردی، آرایش دادی. و من وعظه علانیتا فقط شانه. اما اگر همین موعظه را و تذکر را به صورت آشکارا جلو چشم مردم به او گفتی، عیب بر او وارد کردی، او را زشت کردی. اثر در این چنین گفتنی اگر هم وجود داشته باشد، معارض می شود با اون احساسی که در اون وجود می آید. جلو به چشم مردم یک نفر رو انسان مورد خطاب قرار بده و عیب او رو بگه، تذکری به او بده، آقا نماز تو یه خورده بهتر از این بخون مثلا، یا کمتر مثلا فرض کنید که این غذا بخور یا چه بکن، هرس بزن، از این حرفایی که ممکنه بود. جلو چشم مردم که باشه او رو معیوب میکنه، آرایش که نمیکنه هیچ، عیب هم بر او وارد میکنه. این عیب، عیب باطنی و حقیقی است، یعنی او رو جریحه دار میکنه. البته این در غیر موارد امر معروف و نهی از منکری است که واجب است انسان او رو گاهی علنن بیان کنه. در غیر اون مواردی است که صدای انسان به گوش اون نمیرسه، نمیتوانه او رو سرن مورد موعظه قرار بده. مال اون مواردی است که میشود دوستانه نکته ای رو تذکر داد. این جهاد اخلاقی رو هم در مورد دوستان، هم در مورد فرزندان و کسان خود انسان به خصوص توجه کنه که اینها رو افرادی که در زمینه‌های روانشناسی و نمی‌دونم روانشناسی کودک و از این چیزا کار می‌کنن، اینا هم از لحاظ علمی همین چیزا رو تذکر می‌دن.